امیر سلام. سلام. تو بودیم به امیر که دوباره بیارمش بالا، می‌خواستم قولمونو باید کنیم. سلام امیر. سلام سلام. نمیدونم شما گفتیم با کسی قرار صحبت بکنم یا با خود شما. میلاد بود که میلاد رفت. میلاد اگه هست، میلاد اگه هستی بیا بالا با امیر یه بحثی درباره مجادله خلق بکنیم. اگه نیومد که نیومد، اگرم اومد که اومد. بگو امیر. خب پس بهتره با خود. پس بهتره من با خود شما دیگه صحبت بکنم. خب ببینید، من نظرم اینه که من میخوام این رژیم سرنگون شه. به کسی هم من نگفتم که شما حتما باید طرفدار مجاهدین خلق بشید، شما اینو اشتباه متوجه شدید. من گفتم که ببینید این رژیم باید سرنگون بشه و هر کسی باید آلترناتیو. شما الان آقای آرمین گفتید که ما برای اتحاد فدرالیسم رو مطرح نمی کنیم. اگر واقعا اتحاد می خواهیم، خب به هر حال حول یه محوری ما باید متحد بشیم. خب مثلا من حول محور 10 ماده خانم رجبی شورای ملی مقاومت به اصطلاح از این ایده حمایت میکنم. خب حالا شما این رو قبول ندارید، میتونید، من هیچ عاشق چشم روی مجاهدین نیستم و شما میتونید مطرح کنید بگید نه، ما مثلا این آلترناتیو وجود داره، این گروه وجود داره. خب شما میتونید برای من معرفی بکنید که منم بدونم. خب باشه، پس مثل اینکه ظاهرا اون ایده شما، آلترناتیو شما خیلی بهتر از به اصطلاح شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق هستش. خب منم همین الان اعلام میکنم که دیگه من طرفدار نیستم و طرفدار، چون من میگم که دو تا من بگیم دیگه. خب من الان اینو میگم که این دو تا چهار تا است. خب وقتی دو نفر الان فقط تنهایی دارن توی رینگ دارن با همدیگه مبارزه میکنن، وقتی لنگ یکی رو بگیرید هپ کشی به نفع اون یکی کار کردین، این یه چیز مشخصیه. خب حالا لطفا نه، من نمیرم بر طرف داعش رو بگیرم به خاطر اینکه داعش علیه جمهوری اسلامیه. خب یکی این، یکی دیگه هم این که بهترین اینو بگید مشخص کنیم. نه اجازه بدید ذره ذره بریم جلو. نه اجازه بدید. خب تو این همه حرف زدی، بله که من نوبت من میشه ذره ذره میشه. نه راجب هم نوبته که تو که هست ذره ذره نیست، نوبت من که میشه ذره ذره میشه. ببین حتی آلترناتیو هم نباشه، مجاهدین خلق هیچی بهتر از آلترناتیو بهتری از مجاهدین خلق، یعنی همین رژیم بمونه. منظورت اینه دیگه؟ نه، برای اینکه مجاهدین خلق به نفع جمهوری اسلامیه، به خاطر مقدار تنفری که مردم دارن از مجاهدین خلق، مجاهدین خلق اصلا استفاده میشه برای ترسوندن مردم از فروپاشی جمهوری اسلامی. یعنی انقدر مردم میترسن از مجاهدین خلق که مجاهدین خلق دشمنیه که جمهوری اسلامی اصلا میخوادش. همین اصلا مثلا همیشه هم دیدیم، مثلا دیدین که این خانم چی بود اسمش؟ هیکس؟ چیشه هیکس؟ الهه هیکس. اصلا شما آره، مثلا همون مثال رو شما در نظر بگیرین که چقدر مردم که اپوزیسیون، مثلا اپوزیسیون از داخل ایران، از خارج از ایران، چقدر همه میخواستن نشون بدن که اینا هیچ ربطی با مجاهدین خلق نداره. خب یعنی مردم میخواستن این فعالیت‌هاشون علیه جمهوری اسلامی نجات بدن از این تهمتی که این ربطی داشته باشه با مجاهدین خلق. شما فرض کنید که اینقدر این اپوزیسیون، این همه تظاهراتی که داریم، یه دو تا چیز هست که مردم میخوان باهاش اصلا آلوده نشن که اپوزیسیون که علیه جمهوری اسلامی بتونه بقا پیدا بکنه. یکی این موضوع تجزیه طلبیه که مثلا تهمت تجزیه طلبی مثلا به اپوزیسیون زده نشه که بتونه دوام پیدا بکنه و حمایت بشه ازش. یکی این تهمت مجاهدین خلقه، خب که شما با مجاهدین خلق دارین همکاری میکنین. یعنی انقدر این حساسیت برای کسایی که تظاهرات میکنن تو ایران وجود داره که اینا با ما رو به اینا قاطی نکنین. شما اون وقت میگم این که این چیزی رو که این همه میخوان ازش جدا بشن که حمایت علیش بیشتر، حمایت مردم علیه جمهوری اسلامی زیاد بشه، که حتی مردم حتی فکرم نکنن که به این چیزا یک ذره ربط داره. شما میگین که اصلا ما بپریم روی اونا. یعنی من به نظرم با این شرایطی که ما الان داریم، بهترین روشی که حمایت از دست بدین یا اولین راهی که شما حمایت اپوزیسیون علیه فعالیت حمایتتون علیه جمهوری اسلامی از دست، حمایت بقیه را تو کاراتون علیه جمهوری اسلامی از دست بدین، روش اول بهترین کار اینه که
همکاری بکنیم با یه سری فاکتور، یک سری گروه های تجزیه طلبی. این اولین بهترین، این اولین راهی که میتونید. دومیش هم مجاهدین خلقه، یعنی بعد شما میگید که نه تنها رابطه داشته باشیم، اصلا بیام عضوشون بشیم، اصلا ساپورتشون کنیم. خب این تموم میشه، اصلا کسی حمایت نمیکنه از فعالیت های شما علیه جمهوری اسلامی اگه همچیکاری بکنیم. از لحاظ استراتژیک شما اصلا بفهمید. ببینید اولا که حرفا رو شما کاملا، معذرت میخوام، من اینو بهتون میگم، خیلی معذرت میخوام. شما اولا خودتون رو نماینده مردم ایران چیز کردید، از طرف تمام مردم ایران صحبت کردید، گفتید مردم اینجوری میگن، خب در حالی که نه من اصلا نماینده، نه گفتید مردم ایران اینجوری اینجوری میگن و تمام این من اگه برداشتم از اتفاقات، نه این حرف شما کاملا بیجاست. من اگه برداشتم از اتفاقاتی که داره میفته دارم به شما میگم که میتونم به شدت اشتباه باشه، خب من میتونم بگم چیزی که من دیدم اینه که اپوزیسیون حساسیت داره این که تجزیه طلب نباشن، و چیزی که من اگه بگم من دیدم که بابک مثلا بستنی شکلات دوست نداره، بستنی وانیلا دوست داره. من اگه بگم من دیدم بابک اینو دوست داره و اونو دوست نداره، آیا من دارم ادعا میکنم که من نماینده بابکم؟ این چه حرفیه؟ بابک اصلا بستنی دوست نداره. بابک یک نفره آقای امیر، ایران 80 میلیون نفره. حالا این حرفای من اگه بگم مردم ایران شعر دوست داره، من دیدم که مردم ایران یک فرهنگی داره که شعر، علاقه به شعر تو فرهنگ ایران زیاده، من اینو مشاهده کردم و میتونه غلط هم باشه. خب من اگه اینو بگم که من مشاهده کردم، من خودم شعر خیلی شعر دوست ندارم، ولی مشاهده کردم که فرهنگ شعر تو ایران قویه و مردم خیلی دوست دارن، آیا من اگه این ادعا رو بکنم و اینو مشاهده کردم و بگم و قبولم کنم که میتونه غلط باشه، آیا این ادعای من به این معنی است که من دارم خودم رو نماینده مردم ایران میدونم؟ شما از طرف حالا اون چیز من نمیدونم اونو میشه به این قضیه چیز کرد واسه کرد، ولی در رابطه با خانم الهی هیکس حمله به ایشون به خاطر این بود که گفت مجاهدین مسلح پول گرفتن از به اصطلاح و چیز شدن، چی میگن، از طرف اسرائیل اینا چیز شدن، تعلیم دیده شدن و به اصطلاح پول بهشون داده شده و اینا در اونجا هستن، و کسانی که به ایشون اعتراض میکردن به خاطر این بود که میگفتن که شما دارید این چیز رو به آتو رو به رژیم میدید که مردم رو به این بهانه بکشه، خب که افراد مسلح اونجا هستن، خب و اینا از اسرائیل پول گرفتن، نه اینکه چون به اصطلاح اینا هوادار مجاهدین هستن یا نمیدونم مجاهد. ولی خب شما گفتید داعش همین رژیم بمونه بهتره. خب اگر واقعا من نگفتم بهتره، من که گفتم من همه نه. گفتی اگر داعش باشه همین جوری ما سرنگون نکنیم بهتره. امیر جان آروین من اصلا اسم من نمیدونم امروز همه میشنوم من کلمه بهتر استفاده میکنم. نه ببخشید من تو مخالفت با جمهوری اسلامی با داعش هم پیمان نمیشم. خب من اصلا موندم این امروز من بهتر نمیگم و مردم هی میشنوم بهتر، من نمیدونم از کجا میاد. بگو امیر آقا من میگم که الان این رژیم وجود داره، داره ایران رو نابود میکنه، نصف ایران رو فروخته، همه چیز رو داره نابود میکنه، من میخوام این رژیم رو سرنگون بکنم. خب تنها آلترناتیوی رو که من دیدم این آلترناتیو، شما لطف بکنید امیر آقا، خواهش میکنم، شما میاد داعش رو میکشید امیر توی آرمین شما لطف بکنید این چیز رو به اصطلاح به من کمک بکنید که این رژیم آلترناتیو شما چیه برای اگر واقعا میخواید این رژیم سرنگون بشه، شما میخواید این رژیم سرنگون بشه یا نمیخواید؟ اینو به من بگید اول. بله من میخوام. خب شما میخواید به اصطلاح الان میخواید برید تو خیابون، مردم میخوان برن تو خیابون شعار بدن مرگ بر جمهوری اسلامی، خب میخوان سرنگونش کنن، آیا مثل زمان شاه میخوان کورکورانه این کارو بکنن یا میخوان بدونن که بعد از این رژیم چی میاد سر کار؟ شما که فردی آگاه هستید، اطلاع دارید، بعد از این رژیم چه نظامی رو خواهانش هستید؟ جمهوری میخواید، نمیدونم حکومت سوسیالیستی میخواید، نمیدونم سلطنت سکولار دموکرات. خب سکولار دموکرات این چه به اصطلاح گروهی نمایندگی میکنه؟ این سکولار دموکرات چه گروهی میتونه رهبری بکنه سرنگونی این رژیم رو؟ نه خب ببین تو اصلا سکولار نه ببین چه حکومتی که بعداً تایید میشه، بعداً که مردم رأی بدن. خب مردم باید بدونن. الان مردم مثل زمان شاه نباید برن تو خیابون فقط بگن مرگ بر شاه. باید بدونن که بعد از این رژیم چه نوعی حکومتی رو میخوان، خب؟ و چه سازمانی، چه گروهی میتونه این رو براشون تضمین بکنه. مردم اینو باید بدونن.
نه مردم بقید مردم حکومتشون رو باید رأی بدن. ما الان نمیتونیم براشون تعیین کنیم که حکومتشون چی باشه. خب ما باید یه محیطی به وجود بیاریم. خب اصلا سکولار دموکرات معنیش اینه، سکولار دموکرات معنیش اینه که ما تعیین نمیکنیم که حکومت چه کسی میاد تو قدرت. سکولار دموکرات معنیش اینه که حزبای مختلفی وجود داره و مردم تصمیم میگیرن که نماینده هاشون تو دولت کی باشه. الان که ما الان که نمیتونیم بیان تعیین کنیم که ببین تو میگی من نماینده مردمم، بعد داری از طرف مردم ایران براشون تعیین میکنی که چه حکومت کی بیاد تو قدرت. نه من میگم مثل زمان شاه نباید بیافتیم تو خیابون فقط بگیم مرگ بر شاه. ما بعد ببینیم چی میشه. الان که اصلا قابل قیاس با زمان شاه نیست. شما زمان شاه یه دونه اعلامیه داشتی، یه کاغذ با یه قشر مشخصی از مردم از اون مسائل سیاسی آگاه بودن. الان خیلی متفاوته نسبت به اون زمان. الان مطمئن باش از اون بچه 9 ساله 10 ساله 11 ساله که توی ایران هستش دسترسی به کل شبکه‌های اجتماعی داره. هر کدوم از این احزاب و گروه‌ها میتونن برن تبلیغاتشون رو بکنن، میتونن عرض کنم خدمت شما که اون آگاهی رسانی یا اون دانش سیاسی رو مردم برسونن. طبیعتا مردم هم میتونن انتخاب بکنن. الان هم دوستان کمونیست ما هستن که شبکه‌های تلویزیونی دارن، شبکه‌های مجازی فعالن، هم پادشاهی‌خواه هستن، هم همین مجاهدین. مردم تصمیم میگن، دارن آموزش ها رو دارن میگیرن مردم. الان مردم چرا تو خیابون میرن میافتن میگن به حساب رضا شاه رویت شاه؟ خب اولا که چرا همچی حرفی میزنه؟ چرا این ویدیو ببین الان میخواییم بگین شاید پروپاگاندا باشه چیزی باشه، چرا همچین ویدیوهایی میاد بیرون؟ مردم این چیزها رو داد میزنن، فریاد میزنن، اما من نمیبینم ویدیوی اومده باشه بیرون که حالا نمیگم بیان در مورد خانم مریم رجوی صحبت کنم، یک چیزی یک شعاری که از مجاهدین باشه اومده باشه بیرون. ببین من وقتی یا من یا آرمین صحبت میکنیم داریم مسئله دیده هامون داریم صحبت میکنیم. خب حالا من صحبت اکثریت غالب، اکثریت غالب مردم الان به این صورتن. حالا یه سوال دیگه ازتون دارم، چند درصد اپوزیسیون و مجاهدین تشکیل دادن از نظر تعدادی و آماری؟ منظورت گروهی یا نظر جمعیتی؟ جمعیتی که شورای ملی مقاومت از همه بزرگتره. خب تا به اصطلاح میتینگاشون ما میبینیم، نمیدونم خود شورای ملی مقاومت میتینگی که داره. شما عزیز من میتینگی که شما داری میفرمایید که منم دیدم اینجا که از دوستان سومالی و نمیدونم از چین و کره هم توشون جمعه. نه این حرفای واقعا از چین و کره. من خودم بارها تو این جلسات بودم، اکثریت ایرانیان ما دعوت میکنیم. به هر حال کسانی هستن که خانوادهشون ازدواج کردن و خانوادهشون غیر ایرانی هستن میارن، یا مثلا خارجی هایی هستن که میخوان حمایت بکنن. خب دوست دارن حمایت بکنن و دعوت میکنن مجاهدین و میان. ولی در هر صورت اگر ما میخوایم این رژیم رو سرنگون بکنیم و شما حرف از اتحاد میزنید، اتحاد این نیست که به هر حال شما الان رژیم رو ول بکنید و بیایید بزرگترین آلترناتیو، یعنی تنها آلترناتیو این رژیم رو. هیچ کس ادعا نمیکنه که آلترناتیو این رژیم هستش جز شورای ملی مقاومت. نه آلترناتیو نیست. نه امیر جان اصلا من قبول ندارم. من اصلا قبول ندارم که هیچ آلترناتیوی وجود نداره، برای اینکه هیچ از این چیزی که شما دارین میگین بهتره. ببین تو یه جوری داری میگی آلترناتیو، انگار مثلا ما فرضیه قبول کردیم که اینا کارشون مثبت علیه جمهوری اسلامی. خب شما ما اول من حداقل ادعام اینه که کار اینا اصلا به ضرر جمهوری اسلامی نیست، به نفع جمهوری اسلامیه. خب یعنی ما اول شما اگه میگی که شما چه آلترناتیوی دارین، بر این فرضیه هست که حالا این اصلا یه چیز خوبیه که ما چیز بهتری نداریم. من اصلا قبول ندارم که یه چیز خوبی علیه جمهوری اسلامی، من دارم میگم اصلا به نفع جمهوری اسلامیه. خب اگه این فرضیه رو قبول کنیم، اگه این فرضیه شما رو قبول بکنیم، تازه ما باید حالا بریم بگیم آیا ما آلترناتیو بهتری داریم یا نداریم. خب ما لازم نیست بریم الان دنبال آلترناتیو بگردیم، برای اینکه ما اصلا فکر نمی‌کنیم این چیزی هست خوب باشه که ما حالا بخوایم بریم بهترش پیدا کنیم. یکی این، یکی هم تظاهراتی که تظاهرات دوران مدرن و تظاهرات زمان شاه و اینا فرق داره. الان تظاهرات اگه تو کشور مختلف نگاه بکنی بدون رهبرن، مخصوصا به خاطر همین حرفی که بابک زد، به خاطر سوشال میدیا و اینترنت و اینا تظاهرات بیشتر به طور ارگانیک چی میشه به فارسی؟ به طور ارگانیک اتفاق میفته، به طور خود خودی نمیدونم حالا چی. آره یعنی و اعتماد
به رهبران و اعتماد به کسانی که میتونن بیان از مردم تجربه هاشون با تظاهرات قدیمی دیدن که مثلا تظاهرات داره یه جا میره بعد که پیروز میشه اون کسایی که رهبرش بودن یه دفعه میکننش یه چیز دیگه، مردم ها میگن شما برین کنار، ما چیزی که یعنی میان هایجکش میکنن، میان هایجک چی میشه، میان میدوزن اون تظاهرات رو میکننش یه چیز دیگه. مردم تجربه های بدی تو طول تاریخ با تظاهرات قبلی داشتن، برای همین رهبر میگن تظاهرات ما رهبر نمیخوایم، ما خودمون میتونیم به طور ارگانیک به طور خودی خودمون میتونیم اینو یه طور شبکه‌ای همون ایمرجنس میشه. خب یعنی ما میتونیم اینو بدون رهبر خاص میتونیم اینو ببریم جلو. خب و به خاطر عدم اعتماد به رهبر میگن که هیچ کسی هیچ از لازم نیست بیاد به ما هدف بده یا دایرکشن بده، ما با هم میتونیم متحد باشیم و چون هم هممون هم یک هدفی داریم اینو بدون رهبر میتونیم ببریم جلو. و خیلی جاهای مختلف دیدیم که از این اتفاق داره میفته، حالا یا موفق یا غیر موفق. سابقه تظاهرات خیلی هاش متاسفانه غیر موفق بود، حالا ما باید ببینیم که این ما این هنوز به اندازه کافی آمار نداریم که ببینیم این تظاهرات بدون رهبر نتیجهش چی میشه، برای اینکه این یه چیز خیلی جدیدی هست. خب نتیجهش میشه همون چیزی که ما دیدیم تو لیبی. نتیجهش تو لیبی؟ بله. شما این نمونه چه نمونه تعداد نمونه که برای آمارتون دارین یک کشوره الان؟ نه خیلی یعنی شما دارین آمار گیری، شما نتیجه گیری میکنید بر اساس آماری که دارین و با نمونه بسیار بالای یک. نه ببینید آقای آرمی، این سیاست یک علم هستش خب، که تو دانشگاه حتی یه رشته هست، رشته سیاسی. خب جدی؟ بله سیاست یه علمه. میدونم. بله سیاست یه علمه و علم سیاست خب، و علم سیاست میگه که شما اگر میخواید به اصطلاح یه رژیم رو سرنگون بکنید یک فاز داخلی داره یه فاز خارجی هم داره. خب یعنی کشورهای دنیا هم چون الان بخصوص الان که دارن از این رژیم حمایت میکنن اینا، اونها هم باید بدونن که خب بعد از این رژیم کی میخواد بیاد سر کار. خب برای همین، برای اینکه به اونها هم نشون بدن مردم ایران که ما مثلا فلان رژیم رو مثلا اونا ممکنه نمیدونم ما یه آلترناتیو مارکسیستی داریم و فردا اگه بیایم سر کار ما میخوایم به اصطلاح کره شمالی به وجود بیاریم. خب این رو دنیای خارج قبول نمیکنه، متوجهی؟ برای همین مردم باید نشون بدن که ما آقا همچین آلترناتیوی رو داریم، این برنامه‌های ماست. خب همون چیزی که گفتم شورای ملی مقاومت اعلام کرده، و بعد جهان خارج هم بیان چیکار بکنن، از ما حمایت بکنن، همین کاری که شورای ملی مقاومت میکنه و حمایت میگیره از به اصطلاح شخصیت‌های مختلف. و بعد هم این فردا رژیم سرنگون بشه، امروز فردا رژیم سرنگون بشه، ببخشید از کدوم شخصیت حمایت گرفته اینا هم متوجه نشدم. اجازه من اونم بهتون میگم، نگاه کنید فردا رژیم سرنگون میشه، خب ما یک دولت موقت باید داشته باشیم که به صلاح چیکار بکنه، امور رو در دست بگیره، برای اینکه شما نمیتونید همین فردا به صلاح رفراندوم قانون اساسی بذارید، باید قانون اساسی مردم برن رأی بدن به نماینده هاشون تو به صلاح مجلس مؤسسان، اونجا قانون اساسی تصویب بشه، بعد طبق قانون اساسی حالا میخواد جمهوری باشه یا نمیدونم هر چی میخواد باشه، طبق اون قانون اساسی بیان چیکار بکنن، انتخابات ریاست جمهوری احتمالا مثلا به وجود بیارن، که شورای ملی مقاومت گفته 6 ماه یه همچین پروسه رو میخوان پیش ببرن، و در این 6 ماه ما یک دولت موقت داریم که این رئیس جمهورشه، این نمیدونم نخست وزیرشه یا هرچی، این به اصطلاح وزیر فلانشه، وزیر فلانشه، که مملکت رو ما در این 6 ماه میخوان چیکار بکنیم، اداره بکنیم تا این عمل انجام بشه. خب حالا کشورهای غربی هم که میخوان حمایت بکنن باید این رو بدونن که این به اصطلاح آلترناتیو، این رهبری برنامهش چیه. آیا بذار بابک هم صحبت کنه، من فقط اینو سریع میگم که این آیا فردا میخواد مثلا سرمایه‌داری رو ممنوع بکنه، سرمایه‌داری آزاده، نمیدونم این چیزا، همه اینا رو باید بدونن که اونها هم حمایت بکنن، نه اینکه فقط ما، مردم داخل ایران هم باید بدونن. بله گفتی، بله بفرمایید. حمایت شخصیت‌ها رو من جواب ندادم، من متوجه نشدم. حالا اونم میخوام، حالا اونم جواب میدم که صدها اسامی و فقط اسم ببر چند تاشو کوتاه مثل آقای پومپئو، مثل ممنونم میخواستم بگیرم، ممنونم، سپاسگزارم. ده ها نخست وزیر نمیدونم باش گفت، متوجه هستم. بله متوجه شدم که یارو میخوایم مثال بزنم.
خب در مورد شخصیت‌ها که میان صحبت میکنن کاملا مشخصه، اینا اکثرا شخصیتایی هستن که برای دورانشون هم تموم شده و وقتی هم که میان خیلی راحت شما با آقای پمپو الان برو، من همی الان برم بگم آقا $30,000 بهت میدم شما بیا تو مجلس من بشین صحبت کن، سریع هم میاد. و خیلی شخصیت دیگه اصلا این یک چیز عرفیه، نمیدونم درست هست آر میدم چیزی هست یا نیست. نه خیلی ولی فکر کنم 30,000 تا بیشتر من فکر کنم 30,000 تا نمیدونم 30,000 تا کم عددی رو آره صحبت کردی امیر جان، همچین چیزی نیست بابک جان گفت بذار امیر جان بذار بابک صحبت کنه. صحبت کردی حالا من بفرم عرض کنم به خدمت شما که این یک همشالتی که وجود داره حالا تا اونجایی که ما میدونیم برای دعوت شخصیت هست. خدمت شما عرض شود که ببینید شما میگین جایگاه مجاهدین، میگین برای خارج از کشور دولتا معرفی کنیم که چه میخواد آلترناتیو به حساب مجاهدین هستن. دوست عزیز این اگر به این صورت نگاه بخوایم بکنیم، ده قبلا همین دولتا و کشورها قبلا یه چی میگن هیله ای عملا از خمینی خوردن، دقیقاً خمینی هم اینا باهاش با خمینی هم توی پاریس بسیار مذاکرات کردن، اما از خود زمانی که خمینی اومد داخل ایران سیستمش عوض شد، اصلا نظرش عوض شد نسبت به امریکا و تمام کشور. عرض کنم که مربوط به اون قسمت اگه حضور ذهن داشته باشم قاطی کردم. میخوای من جواب بدم تا اینجا؟ نه اجازه بده بعد عرض کنم که در یک دوره 6 ماهه شورای مقاومت گفتش که من این کار رو انجام میدم. ببین همون عدد 6 ماهه که مشخص کرد، یعنی مثلا مشخص شده که چند مرد حلاجن. خب یعنی دقیقا همون عمل شتاب زده ای که در اول انقلاب سال 57 اتفاق افتاد، دقیقا شورای ملی مقاومت دقیقا به همون صورت داره عمل میکنه. توجه عزیز من اصلا قبول ندارم، نه من نه خیلی از دوستان دیگه شاید، که ما بخوایم آلترناتیوو به دست یک نفر بدیم. دوستان میدونم من پادشاهی خواه هستم، من بابک، من مشروطه خواهم و شاهزاده رضا پهلوی هم قبول دارم خیلی از صحبتاشو، اما خودم به شخصه اعتقاد ندارم که ایشون به عنوان یک فرد بیاد در اون دوران گذار بخواد باشه. خود من اعتقاد دارم باید مجموعه احزاب باشن، مجموعه گروه ها باشن که نخواد قدرت دست یک نفر بیفته حتی در اون دوران گذار. جواب بدم آقای بابا، بگم آلترناتیو من مجاهدین در اون دوره 6 ماه طبیعتا مطمئن باش طوری میتونن سیستم رو بچینن که قدرت رو دست خودشون بگیرن، همون جوری که میگم ما تجربهش رو داریم. جواب بدم آقای بابا، ببینید شورای ملی مقاومت هستش نه مجاهدین. خب گفتم که چپ هست، نمیدونم سکولار هست، افراد منفرد هستن. خب چپ شناخته شده یا سکولار شناخته شده؟ شما چپ بگید کدوم از گروه های سازمان چریکای فدای خلق اونی که الان هستن؟ اوکی سازمان چریکای فدای خلق هستن، رهبریش آقای مهدی سامه هستن. خب و افراد منفرد هستن، ملی گرا هستن. خب و این به اصطلاح مثلا خانم مرضیه اومدن عضو شورای ملی مقاومت بودن. خب اینا هیچ کدوم مجاهد نیستن. خب ولی در هر صورت شما میگید که خمینی نمیدونم گول زد، نه این چیزا نیست. شما باید تاریخ رو خونده باشین. خب آمریکا وقتی به خمینی رضایت داد که مردم تو خیابون شعار میدادن مجاهد فدایی ما رو مسلح کنید، خب آمریکا برق از کلش پرید که اگر اینها بیان فردا حکومت رو در دست بگیرن اینا میرن به سمت اتحاد جماهیر شوروی. خب و مجبور شد شاهی که تا دیروز داشت مردم رو سرکوب میکرد شاه رو کشید بیرون. اینا تو پاریس با همدیگه صحبت کردن، آمریکا گفت اوکی ما میذاریم شما برید ایران، خب ولی بازرگان حکومت رو تشکیل بده. درست خمینی دروغ گفت ولی آلترناتیو بهتری بود خمینی برای آمریکا و غرب از مجاهد و فدایی. خب چون میدونستن این خمینی یک فرد مثلا بنیادگرایی هست و هرگز به سمت اتحاد جماهیر شوروی نخواهد رفت. خب به خاطر همین این رو قبول کردن، نه اینکه نمیدونم گول خمینی رو خوردن. بله آقای آرمین دوست از آرمین اینو من بگم بگو. خب اجازه دارم ببینید شما میفرمایید هی آلترناتیو، ببینید این آلترناتیو الان شما فقط اسم بردین در مورد مرضیه‌ای که 20 سال پیش فوت کردن، منم صداشون خیلی دوست داشتم، در مورد خانم اون خواننده دیگه عزیزمون مرجان عزیز، آره که ایشون هم فوت کردن، مثلا در مورد فوت شده ها که صحبت نمی کنه. تعداد زیادی دیگه هستن، من میخوای نام اصلا ایشون رو در بیارم. اجازه بدید.
نه نه من نوبت منم من نوبت خودم گذاشتم کنار بعد بذاریم شما اومدی سازمان چریکای فدایان خلق و اس بردی خب که چی من دارم به شما میگم سازمان گروه های اپوزیسیون بزرگی که الان فعالن از جمهوری خان مطرحی که الان دارن ما مردم ما میشناسن ببینید مردم ما میشناسن اون افراد اون حداقل به اسم اپوزیسیون از اونا کدومشون با شما دارن همکاری میکنن من میخوایم لیستش از بچه های شورای گذار از بچه های شورای گذار کسی هستن با شما بابا گفتی یه ذره من یه چیز کوچیک بگم من نوبت من بود الان اینم بگم من دیگه سکوت میکنم خب این آخرش ها دیگه کوچیک به من امروز با تصویر بودم دیگه نصف حرفات من هم به خدمت شما که بعد ببینید من دیگه اول گفتم شما پایگاه مردمیتون برای قبول کردن شما کجاست میگم این همه تظاهرات برقرار شد این همه مردم اعتراض کردن من ندیدم شما اگر کلیپی دارین که جایی اومدن تعریف و یا شعاری به در سود مجاهدین دادن برای من تو اینستاگرام بفرستید حالا من میذاری بگم آرمین من بعد... چی خب بفهم آرمین صحبت کن ایشون سوال میکنه از من بعد جواب بدم خب. خیلی خب امین اگه میشه کوتاه‌تر این نوبت من بود فکر کردم بابا یک نکته کوچیک می‌خواست بگه نمی‌رسم می‌خواد یه چیزی بگه تو هم باید جوابش بدی چون من دیگه موندم بگو اگه میشه کوتاه لطفا ببینید اون شعار نمی‌دونم رضا شاه روحت شاد و خود روزنامه رژیم لو دادن که بند روحانی اعلام کردن که اینهایی که در خیابون‌ها رضا شاه روحت شاد میگن کسانی هستن که تو نماز جمعه بر علیه دولت شعار میدن خب این یکی از شگرت های وزارت اطلاعات هستش که مردم رو سوق بده به یک آلترناتیو بی خطر خب که آلترناتیوی که خواهان سرنگونی این رژیم هستش این رو سوق بدن یعنی خود وزارت اطلاعات به نماینده معلمان در مشهد گفته بود که آقا شما فقط اسم مجاهدین رو نیار خب ولی گفتیم کوتاه همین جان بله همین مسئله خیلی کوتاه حتی بهش گفتیدم بیا ما شماره شاهزاده رضا پهلوی رو برات بهت میدیم باهاش تماس بگیر با ایشون هم کاری بکن خب حالا من دیگه کوتاه گفتم شما آقای آرمین صحبت بفرمایید من دیگه بابک حرف قبولم دفعه بعد گفتی کوتاه یه چیزی کوچیکی میگم من باور نمیکنم خب یکی این من چهار تا نکته بگم یکی این که هر کشور خارجی هر دولتی اگه به خاطر فشار روی جمهوری اسلامی از مجاهدین خلق بخواد دفاع بکنه از لازه حالا اسرائیل حالا اومده تونسته از اطلاعات مجاهدین خلق استفاده کرده اونش درست خب ولی از لازه سیاسی اگه بخواد برای حمایت مردمی و اینا هزینه‌ای سرمایه‌ای بکنه توی مجاهدین خلق اینا ما اونا رو میشناسیم به کسانی که نمیدونم از سیاسی احمقن برای اینکه پولاشون رو ریختن دور یعنی نیومدن یه مقدار آنالیزه بکنن که ببینن که آیا این یک چیزی هست که مردم ایران میخوان یا نمیخوان یعنی از سیاسی دارین روی سرمایه میذارین روی چیزی که جواب به شما نمیده این پامپئو و اون جولیانی و اینا هم همون احمقای سیاستمدارای احمق آمریکا هستن که همچین یعنی البته اونا فقط به فکر خودشونن به فکر این که مثلا جمهوری اسلامی باشن اینا نیستن پامپئو البته میدونم یکی که کسی که میگه علم سیاست میگه خب این کسیه که اصلا هیچ چیزی از علم سیاست حالیش نیست برای اینکه علم سیاست هیچ چیزی رو قانونی رو نداره که بگه این قانونه تو سیاست خب علم سیاست ریاضی و فیزیک نیست علم سیاست کلی آدم بحث میکنن تئوری‌های مختلف دارن هیچ همش هم با هم کلی تناقض داره هیچ چیزی هم قطعیت نداره همش هم عوض میشه مدل‌های جدید میاد با آمار و یعنی شما نمیگید علم سیاست میگه این اصلا هم چیزی معنی نداره شما اگه اینجوری تصورتون از علم سیاست اینه هیچ آگاهی از اینکه علم سیاست چجوری اصلا کار میکنه نداره یکی این بعدم یه چیز دیگه بگم مجاهدین خلق شما دو تا چیز ما داریم با هم قاطی میکنیم خب ما باید کسایی که مثلا ما رو باید اول تصمیم بگیریم که آیا ما میخوایم تظاهرات بکنیم یا اینکه میخوایم کارهای فکری بکنیم یا کارهای رسانه‌ای بکنیم علیه جمهوری اسلامی خب یه فلسفه هست که میگه رهبر احتیاج داریم یه فلسفه هست که میگه رهبر احتیاج نداریم خب میتونه به طور کاملا ارگانیک باشه برای اینکه ما رهبر کسایی هستن که ممکن بیان سوء استفاده کنن این حرکت رو یه روزی بدوزن به نفع شخصی خودشون کار کنن تو این دوره زمانه با سوشال میدیا و اینترنت و اینا ما بدون رهبر میتونیم بریم جلو حالا به فرض بگیم این غلط بگیم ما رهبرم لازم داریم
خب اگرم رهبر لازم داشته باشیم بدترین گروهی که میتونیم انتخاب کنیم یه گروهی مثل گروهای مجاهدین خلق. خب ما اینو باید از هم جدا کنیم. اگه ما رهبر میخوایم، اینکه رهبر کی باشه و چی باشه و چه گروهی باشه کاملا جدا است از اینکه کی حالا قراره حکومت آینده تو ایران باشه. خب این اصلا نباید اگه کسی درباره اینا در جوری صحبت بکنه که اینا یکیان، اون گروه های سیاسی هستن که میخوان از رهبریشون علیه جمهوری اسلامی سوء استفاده کنن که یک روزی قدرت بیاد دستشون. یعنی کسایی که فقط به فکر مردم ایران هستن، دنبال رهبر، یعنی میخوان رهبری کنن، اصلا به فکر این نیستن که حالا بیان فردا تو قدرت باشن یا نباشن. اینا میگن که من فقط باید بیشترین هزینه رو بدم علیه جمهوری اسلامی، حالا من تو قدرت باشم اصلا مطرح نباید باشه. خب من اصلا نمیخوام باشه. اصلا اگه به نفع این هست که مردم به من اعتماد بکنن که منو بتونم این حرکت رو ببرم جلو، من اصلا میام اینجا میگم که من به هیچ مقامی رو تو من کارم اینه که هماهنگ بکنم علیه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی سقوط کرد، من میرم کنار، من به خاطر قدرت و اینا نیستم، برای اینکه اعتماد رو ببرم بالا اصلا میام تعهد میدم که به هیچ وجه من قسم میخورم که هیچ وقت اصلا حاکم هیچی نمیخوام بشم، هیچ مقامی هم به من نده. خب من نمیگم که این معنیش اینه که باید به این شخص اعتماد بکنیم. خب ما میتونیم حتی اگه یه شخص یه همچین حرفی هم زد، ما میتونیم بگیم که ما اعتماد نمیکنیم، تو ممکن الان داری میگی فردا یه چیزی دیگه عوض کنی. ولی این مجاهدین خلق کسایی هستن که اصلا میخوان مریم اصلا بشه خدای ایران، ایران مریم، مریم ایران. اینا اصلا مریم رو میپرستن مثل پیغمبر. خب اینا اصلا تو بگی بالای چش مریم ابرو هست، اینا میخوان آتیشت بزنه. خب یکی این. خب ولی ببین من میگم این یه گروهیه. خب ما حالا بگیم فرض کنیم که رهبری احتیاج داریم، فرض کنیم من نمیدونم رهبری احتیاج داریم یا میتونیم به طور ارگانیک بریم جلو. خب من جواب اینو نمیدونم. خب ولی اگرم رهبری احتیاج داشته باشیم، شما این گروه مجاهدین خلق نگاه کن، اینا اصلا نخپذیر نیستن، اینا اصلا یه گروهی هستن که مثل یک دینی درست کردن که اصلا کاملا مقدس و معصومه و هیچ مشکلی نداره. شما اصلا مریم کی اصلا اومده باش مناظره بکنه، به چالش بکشنتش؟ اصلا کسایی که تو مجاهدین خلق هستن اصلا رفتارش نگاه، جوری که درباره مریم حرف میزنن، جوری که اصلا ویدیوهاش که میاد بیرون، به نظر من مثلا یه کلیسای مریم، مثلا یه خدایی که از بهشت اومده دارن میپرستنش. اصلا این وحشتناکه. یک گروهی که اصلا ما اگه میخوایم یه رهبری یک گروهمون مثلا این حرکتو یه رهبری داشته باشه، یه چیزی میخوایم که بیاد جوابگو باشه، با همه صحبت بکنه، با همه مثلا تمام خبرنگارا از کشور مختلف بیاد جوابگو باشه، بیاد اصلا لایف استریم بذاره، همه بیان بالا صحبت بکنن، مردم بیان بهش اصلا فوش بدن، مردم بیان بهش نقد بکنن، بعد این درست بیاد از خودش دفاع بکنه. خب همین حالا مثلا نمیخوام مثال بزنم، ولی کسای دیگه هستن که خیلی بهترن. خب حتی اونایی هم که من قبول ندارم خیلی بهترن. یعنی از همه اون استانداردهایی که ما قبول داریم برای اینکه کی بیاد رهبری بکنه، بدترینش همین مریم رجوی و این گروهشونه. یعنی تمام چیزایی که ما میخوایم انتظار داریم از این که ببین، من نمیام مثلا بعضیا میگم که خب این استانداردها نشون میده که اینا مثلا سکولار دموکرات قرار خوب نخواهم بود، اصلا بذار حکومت آینده، حالا اون بحث اصلا جدا، همین رهبری هم علیه جمهوری اسلامی این بدترین طرز فکر رو دارن، بدترین روش ها رو دارن. اصلا مریم رجوی اصلا با کسی اومده صحبت بکنه ما بیام مثلا مردم بیان ازش نقد بکنن؟ اصلا این چه گروهیه؟ اصلا کاملا بسته است، همه چیشون پشت پرده است، همه چیشون مخفیه، هیچ کسی رو جواب هیچ کسی رو نمیدن. خب این برای همین بدترین گروه برای رهبری. یکی این، یکی دیگه هم به فرضم بگیم، ببین من مخالف این نیستم که حالا فرض کنیم که مثلا جمهوری اسلامی سقوط کرد، مریم رجوی مثلا بخواد بیاد تو ایران، بیاد مردمش رای بدن، باشه. ولی ایشون قبل از اینکه بیان حزب تشکیل بدن و مردمش رای بدن، اول باید بیان این اتهامات، من میگم که اینا جرم انجام دادن، کسایی که طرفدار مجاهدین خلق هستن میگن جرم انجام ندادن. خیلی خب اتهامات وجود داره، اتهامات هم زیاد هست، قبل از اینکه ایشون بخوان کسی بهشون رای بده یا که مقامی بشن توی بعد سقوط جمهوری اسلامی، قبل از این باید بیان دادگاه، مردم سند بیارن که ایشون جرم انجام دادن. اگه جرم انجام ندادن، سندا به جایی نرسید، ایشون آزاد میتونن بشن، بعدن که آزاد شدن میتونن برن، اون موقع مردم بیان رأی بدن که ایشون مقامی داشته باشه یا نداشته باشه. ولی باید دادگاهی بشن، برای که به اندازه کافی اتهام علشون وجود نداره. اگه اتهاما براش سندی وجود نداره، خب ایشون ترسی نباید داشته باشن از اینکه برن، قبل از اینکه کار سیاسی بخوام بکنن تو ایران، باید دادگاهی بشن. اگرم دادگاه تونست اثبات کنه که ایشون سندی برای جرمشون وجود داره، ایشون باید بعد از دادگاهشون برن زندان، و تو زندانم به طور کامل، یعنی من به هیچ وجه
یه موقع نمیگم مثلا به خاطر جرمشون این کارهای جمهوری اسلامی رو بکنین، نه، میرن زندان، زندان مرفهی هم خواهد بود ولی زندانش رو باید برن اگه اثبات بشه که این جرمها براش سندی وجود داره. تموم شد. ببینید این شما یه جور از مجاهدین همون کارها رو رژیم فیلم‌های درست کرده میلیاردی به اسم مثلا ماجرای نیمروز و نمیدونم نفوذی و خیلی فیلم‌های مختلف توی یوتیوب درست کرده. اجازه بدید منم صحبت بکنم. خب و حتی من چیزی نگفتم نه همون میگم، یعنی اجازه بدید من صحبتام بکنم بعد شما صحبت بکنید. بله باشه باشه. ببینید آره این فیلم‌های چیز رو حتی برای شیطان سازی از مجاهدین رژیم رفت امام رضا رو هم منفجر کرد. خب سه تا کشیش مذهب مسیحی رو هم کشت. اگر مجاهدین اینقدر نمیدونم مردم ازشون متنفر هستن، دیگه رژیم چرا نیاز داره که حتی دستش بعدن رو بشه و بره امام رضا رو منفجر بکنه بگه آی دست منافقین از نمیدونم فلان بیرون اومد و از این مسائل. خب پس رژیم نیاز داره به شیطان سازی از به اصطلاح بزرگترین خطر خودش. خب و شما هم که مجاهدین رو الان یک شیطان مجسم چیز کردید، توصیف کردید، در حالی که آقای مسعود رجبی 9 ساعت تموم جواب خبرنگارا رو داشت میداد، تمام این سوالایی که شما دارید همه این سوالا رو پاسخ دادن. اگر کسی واقعا بخواد جواب سوالاتش رو بگیره اون نوار 9 ساعتی وجود داره و آقای مسعود رجبی همه سوالا رو، حتی اون سوالی که شما از آقای گلن کردید که چه تضمینی هستش که فردا مجاهدین اومدن به اصطلاح داخل نمیدونم حکومت رو قبضه نمیکنن و این چیزا، حتی اون رو هم جواب دادن. آقای مسعود رجبی گفتن که هیچ محضری وجود نداره ما بریم اون رو امضا بکنیم، ولی مبارزات ما، یا ایشون یه مثالی زدن گفتن هیچ کس به اصطلاح دلسوزتر از مادر برای بچهش نیست و مجاهدین این چون مادر 9 ماه این بچه رو هم میکنه و این درد شدید زایمان رو هم تحمل میکنه، مجاهدین 57 سال دارن مبارزه میکنن برای آزادی مردم ایران و اون درد به اصطلاح زایمان شعر نگین امیر جان، ما داریم اگه شعرات بزار کنا که ما درستم 100,000 شهید مجاهدین دادن شعره، نه این مادر بار داره برای همین اینا هم حتما دلشون برای اینا نسوزه، اینا شعره. بله من منظور ایشون این بود که محضری نیست، ما شما این همه مبارزه دارید میکنید، خب اگر این چیز نباشه، اگر این ملاکی نباشه، خب دیگه محضری نیست که ما بیایم امضا بکنیم و از همین الان شما کدوم گروه رو ببینید. داعشی هم هزینه داده، داعشی هم هزینه معنیش نیست که اینا خوبن. آقای آرمین این کار شما خیلی عصبانی شدید، اون کسی به شما گفتش که شما به اصطلاح نجات پرست هستید، برادر من اتهامی به شما نزدم. نه شما میگید داعشی، خب اجازه بدید شما دارید ما رو با داعش مقایسه میکنید، اجازه بدید من یه چیزی بگم. نه من منطق نه من منطق شما رو دارم با یک استدلال دیگه مقایسه. داعش برای چی میره جونشو میده؟ برای اینکه دست قطع کنه، گردن بزنه. خب برای اینکه مردم من منظورم اینه که ببین من نگفتم که مثلا مجاهدین خلق با داعشی رو اصلا من مقایسه نکردم، من این استدلال رو مقایسه کردم که هزینه‌ای که یک نفر میده در راهش معنیش این نیست که کارشون درسته یا به نفع مردمه یا کارشون به حقه، من حتی ممکنه به حق باشه ولی این هزینه دلیل اون نمیشه. خب من منظورم این بود، من داشتم استدلال رو مقایسه میکردم، هزینه رو برای آزادی مردم دادن و مشخصا ازش هم همونطور که گفتم مثل یک مادر ازش حفاظت خواهند کرد. خب شما راجب محاکمه گفتید، خب شما من اون دفعه هم ازتون خواهش کردم یک نمونه از جنایات مجاهدین شما به من بگید. شما اومدید نمیدونم اون دفعه چیز کردید این هیومن رایتس واچ رو چیز کردید گفتید آها اینا با من خودم گفتم بده اون خودم من بده، ولی 3 هفته پیش شما به آقای گلن داشتید اون رو چیز میکردید. چند تا از این چیزا رو ما باید بسوزه که شما بفهمید مجاهدین همچین کارایی رو نکرده. چقدر خوب که یه چیزی که من دیدم غلطه رو سریع قبول کردم که غلطه و بعدش من میخوام اینو بگم که چند بار این چیزها باید سوخته بشه که شما قبول کنید بله مجاهدین درست میکرد. تمام اون چیزایی که شما میگید منبعش وزارت اطلاعات هستش، خب که میخواد بگه که ببینید ما همش یعنی یک دونش خب. نیست که ببینید رژیم میخواد بگه که اگر من شکنجه میکنم آلترناتیو من هم شکنجه میکنه، پس چرا میخواد من رو سرنگون بکنه؟ خب بیایید با من بسازید. خب این حرف رژیم هستش، در حالی که
سازمان مجاهدین خلق پاسدار رو اسیر میکردن در جنگ ایران و عراق وقتی مبارزه میکردن، پاسدار و بسیجی رو میگرفتن و بهترین رسیدگی رو بهشون میکردن، بعد از چند ماه صحبت کردن با اینا رو آزاد میکردن. و انقدر رفتار مجاهدین با این پاسدار بسیجی ها شکنجه‌گرای گذشته خوب بود که بعضا دیگه اصلا نرفتن و کنار مجاهدین وایستادن با رژیم مبارزه میکردن. یعنی اصلا از به اصطلاح این چیزها به مجاهدین خلق نمیخوره. خب مجاهدین یک گروه چپ در عراق میخواستن یکی از اعضای خودشون رو محاکمه بکنن به خاطر اینکه رفت بود ایران برگشت بود، از مجاهدین تقاضا کردن بیا تو دادگاه شرکت کن. مجاهدین گفتن شما چیز استحقاق محاکمه این شخص رو ندارید، یعنی مخالف محاکمه، حتی عضو یک گروه چپ بودن که میخواستن اونو محاکمه صحرایش بکنن. خب گفتن شما صلاحیت ندارید که این فرد رو محاکمه بکنید که بخوام برن مثلا حتی تو اون شرکت بکنن، حتی دیگران هم. خب شما الان از شما میخوام یکی از جنایات مجاهدین رو برای من بگید بجز اون عراجیف وزارت اطلاعات که میگه نمیدونم. ببینید الان من براتون بگم که نمیدونم چه کسانی که مثلا انجمن نجات در ایران، خب ساخت وزارت اطلاعات هستش که یکی از این انجمنهای وزارت اطلاعات که مسئولش هم خدابنده هستش، یه مزدور وزارت اطلاعات، که اینا میخوان اعضای مجاهدین رو نجات بدن و اینا، خب که نمیدونم از به اصطلاح کمپ‌های مجاهدین و فلان. خب اینا همش چه به اصطلاح برنامه‌های وزارت اطلاعات هستش. خب شما یه نمونه دیگه از جنایات مجاهدین برای من بگید. ببخشید من یه نمونه مثال بزنم، همین همکاری مجاهدین با صدام و دولت بس. حالا من بگم حالا جواب کار اطلاعات، کار حفاظت اطلاعات. نه ببینید الان سازمان مجاهدین خلق در آمریکا دفتر دارن، با آمریکا دارن همکاری میکنن، در فرانسه دفتر دارن، فرانسه نمیخواد سر به تن مجاهدین باشه. در عراق سازمان مجاهدین خلق، چریکای فدای خلق، حزب کمله، حزب دموکرات کردستان، تمام گروه هایی که سرنگونی طلب بودن در عراق به اصطلاح مبارزه میکردن، بعضن یه خورده چند ماه، بعضن چند سال، ولی این دلیل بر این نمیشه که داشتن همکاری میکردن با صدام. نه صدام به شما عزیز. اجازه بدید یه سوال کردی من جوابتون بدم. دوست عزیز فیلم بله. هایی که اومده بیرون که به حساب مجاهدین خلق دارن همکاری میکنن، دارن شنود میکنن، نمیدونم خیلی از عملیات‌های ایران به حساب لورافسر این مسئله با سازمان اطلاعات عراق داشتن همکاری میکنن در دوران جنگ، در دوران جنگی که مردم خیلی ها به دور از این که اصلا این جمهوری اسلامی است، برای یک وجب خاک وطنش، چه اون مسیحی، چه اون بیدینش شاید، چه اون خدا باورش، از هر قوم و نژادی داشتن این کارو میکردن، اما مجاهدین جبهشون رو بردن تو اون قسمت قرار دادن و علیه مردم ایران بلند شدن. ببین اون فیلم اجازه بدید این هر الان مردم شعار میدن، دروغ میگن دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همینجاست. اینو 42 سال پیش مجاهدین میگفتن که دشمن خمینی، نه صدام، نه آمریکاست، نه اسرائیل. الان مردم به این نتیجه رسیدن. خب مجاهدین خلق با خمینی میگفت صلح دفن اسلام است. خب چرا؟ چون اگر صلح میشد رژیمش سرنگون میشد. مجاهدین رفتن که همون چیز رو، جنگ ضد میهنی، جنگ خانمانسوز رو تموم بکنن که اون به اصطلاح رژیم خمینی دفن بشه. یعنی خود خمینی میگفت صلح تناب دار اسلام است، اسلام منظورش خود رژیم بود. خب یک نیروی که میخواد این رژیم سرنگون بشه، خب بعد اون تناب دار رو بندازه گردن خمینی دیگه، یعنی صلح. خب مجاهدین رفتن عراق و اگر مجاهدین عراق نرفته بودن، آقای بابک اگه مجاهدین عراق نرفته بودن جنگ 20 سال ادامه پیدا میکرد. خب مجاهدین بودن که زهر صلح رو ریختن تو گلوی خمینی. میخوای برات بذارم تو چیز صحبتاشونو، صحبتهای خود رژیم؟ این کامنت رو بخون پاسخ بده. بعدم یه وقتی به منم بدین که بعدم بریم سراغ آریا. ایران و عراق صدام فقط کمکشون کرد، مگه بمب شیمیایی نزدن تو روستاهای کردستان؟ من نمیدونم این آقای قاسم از کجا این حرفا رو در میاره. بمب شیمیایی مجاهدین زدن تو روستاهای عراق؟ مجاهدین زدن، نه صدام. صدام یعنی به کسی کمک کردن که همچین یعنی جرم جنایت اجازه بدید من از اولش گفتم که حزب دموکرات کردستان، کمله، سازمان چیکای فدای خلق، هیچ کس به صدام کمک نکرد. الان ما تو فرانسه هستیم، نمیدونم تو آمریکا هستیم، به دولت‌های اینجا کمک نمی‌کنیم. ما از یک امکاناتی که وجود داشت در عراق، خب به ما داده بودن، اگر
ترکیه این امکاناتو میداد میرفتیم ترکیه، اگر افغانستان میداد میرفتیم افغانستان، هرگز پامون رو تو عراق نمی‌ذاشتیم عزیز. اگر در اگر شما با ترکیه تو این امکاناتو به شما میداد و ایران با ترکیه جنگ داشت، همین حالت پیش می اومد. ایران جنگ نداشت آقای بابک، خمینی جنگ داشت آقای بابک. هنوز شما جنگ تا پیروزی میکنید، زهر صلح و خمینی خورد، شما بعد بهتون خورونده بشه. بعد از 33 سال شما هنوز زهر صلح. منظور بابک رو میدونی؟ منظور بابک رو میدونی؟ گیره اینجا نده. منظورش جمهوری است میگه عراق دشمن. کی جنگ رو شروع کرد؟ خمینی جنگ رو شروع کرد. جنگ و خمینی شروع کرد، میگفت صدام بعد سرنگون بشه. منتظری گفتش که بعد ولی صدام، ولی خب صدام هم جنایتکار بود دیگه، اینا قبول کنید صدام هم جنایتکار بود، جنایتکار زیاده. ولی موشک و کی زد به ایران؟ خب مجاهدین محکوم میکردن، مجاهدین از هر دو طرف میخواستن که موشک بارون رو متوقف کنن. ولی شما یه جوری میگید، اگر اشتباه نکنم 29 شهریور 59 خب اگر اشتباه نکنم، اولین موشک رو کی زد؟ ببینید من خود منتظری گفتش که به خمینی این کارهایی که میکنید باعث میشه که صدام به ما حمله بکنه. خب حالا وقتی هم که صدام حمله کرد، مجاهدین رفتن جبهه. خب وقتی صدام حمله کرد، مجاهدین چادر داشتن در خرمشهر. خب رژیم اومد بچهای مجاهدین رو دستگیر میکرد، ما حتی شهید دادیم تو چیز، مجبور شدن مجاهدین بساتشون جمع بکنن برگردن تو شهرها. خب بعد مجاهدین وقتی هم چیز شد، سال 60 درگیری مسلحانه شد و دیگه داخل ایران نمیتونستن بمونن، تا جایی که میشد در داخل مبارزه میکردن، ولی نهایتا رفتن به اصطلاح کردستان و هنوز وارد خاک عراق نشده بودن، کردستان عراق. خب ولی و زمانی وارد خاک عراق شدن که طرح صلح شورای ملی مقاومت امضا شد. خب عراق اعلام کرد ما صلح میخوام. خب و بابا از اون بابا این که عرب میگه، عرب میگه رو هایلایت نکن، این نجات ستیزیه. نه دستم یعنی اشتباهی خورد. باش بابا شما گوش کن به حرفای من. زمانی که صدام گفت من صلح میخوام، مجاهدین هم قبول کردن، گفتن طرح صلح شورای ملی مقاومت رو نوشتن و همه دنیا هم اون رو قبول کردن، مجاهدین امضا کردن. از اون موقع به بعد دیگه صدام دشمن من نبود، دشمن پاسدار بسیجی و خمینی بود. خب و هر آن کس که میخواست راه قدس از کربلا میگذرد و شعار جنگ تا پیروزی میداد، صدام دشمن اون بود. خب الان صدام، سالها پیش صدام به اصطلاح روابط دوستانه هم داشت با ایران. چی شد صدام دیگه دشمن نبود؟ آیا خمینی تصمیم میگرفت که صدام دشمنه؟ یه وقت به من بدین که بعدم بریم سراغ آریایی. آیا صدام خمینی به اصطلاح تصمیم میگرفت که صدام دشمن باشه که نباشه؟ نه، ما به عنوان ایرانی دیگه دو عراق دشمن ما نبود و ما رفتیم عراق و از کشور دوست و همسایمون بر علیه جنگ و سرکوب، یعنی ماشین جنگی رژیم، مبارزه کردیم و زهر صلح دوست عزیز، این استدلال شماست. زهر صلح دیگه الان دیگه باید بذاریم من حرفمو بزنم. بحث همینه که گروه دقیقاً بحث همینه که مجاهدین دقیقاً از یه زمانی به بعد دیدن که صدام دیگر دشمن آنها نیست. بله. و ایران و ایرانی و جمهوری اسلامی ایرانی ایرانی نه آقا رژیم خمینی در جنگ عزیز من، نه قاطی نمی کنم، بهت میگم چرا. ایران و ایرانی نه، به هر حال عزیز من، در جنگی که به هر حال به هر دلیلی، خب اون جنگ ادامه پیدا کرد 8 سال، من میگم به غلط، خب نباید ادامه پیدا میکنه. با هم صحبت نکنیم امیر، بذار با هم صحبت نکنیم، با هم صحبت میکنیم هیچ کسی هیچ کدوم نمیشنویم. این جنگ ادامه پیدا کرد و در داخل اون جنگ بستگان من که اعتقادی که به این نظام نداشتن، بستگان خیلی از دوستان دیگه، شاید پدران خیلی از دوستانی که ما اینجا داریم و اعتقادی به این نظام نداشتن، در اون 8 سال موندن که از مرزهای ایران بخوان دفاع کنن و مجاهدین کمک کردن، چه مستقیم چه غیر مستقیم، که خیلی از این بچه‌ها خانواده‌هاشون رو دست بدن. شما نمیتونید این کار کنید. من جوابتون میدم، جوابتو بدم. جوابش رو بده. کجا به یکی نوبت منم باشه. ببینید جواب شما اینه که اونها از خاک ایران دفاع نمی‌کردن، اونها می‌خواستن کربلا رو بگیرن برن چیز شعار جنگ تا پیروزی میدادن، شعار راه قدس از کربلا میگذرد، وگرنه عراق از ایران خارج شده بود و قرارداد صلح بسته شده بود و قرار بود حتی چیز هم غرامت هم بده. خب
و این که نمیدونم حالا ادامه پیدا کرد، 20 سال میخواست ادامه پیدا بکنه. مجاهدین رفتن اونجا زهر صلح رو ریختن تو گلوی خمینی. اگر مجاهدین نرفته بودن جنگ 20 سال هم ادامه پیدا میکرد. خود سران رژیم گفتن من میتونم تمام فاکتا رو براتون بذارم. خب همین چرا کوتاه منم هست ایشون آقای بابک میوته. آقای بابک میوته. یعنی شما میفرمایید که مجاهدین باعث کوتاه‌تر شدن جنگ شدن و الان مردم ایران باید سپاسگزار باشن. آقای عزیز میدونی چه جوری شد؟ مجاهدین خیلی نقش خاصی نداشت، انقدر کم بود نقش نداشت. آرمین اجازه بده من براتون کلیپ الان میذارم از خود سران رژیم که چه اتفاقی افتاد که موسوی اردبیلی در نماز جمعه گفت هی از ما میپرسن چرا صلح کردید، نمیفهمن همین منافقین باعث شدن ما صلح کنیم، صد تا ازشون میکشتیم اثر نکرد، حالا همه رو باید ادامه کنید. تو که حرفای جمهوری اسلامی رو قبول نداشتی تا حالا، همش میگفتی شیطان سازی میکنن تو این. یه چیزی که به نفعت شد حالا دیگه حرفشون داری قبول میکنی؟ نه آقای عزیز دارم میگم که خودشون اعلام کردن که تقصیر چیز بود. خب تموم شیطان سازی که تو میگفتی بوده دیگه، میخواستم بگن تقصیر ما نبوده، تقصیر مجاهدین بوده. ببین همه چیز رو میگه، همش حرفشون دروغه. تو اونجا که حرفشون به نفعت میشه یه دفعه حرفش میگی ما بعد حرف اونا رو گوش کنیم. اینا بذار نوبت من بذار نوبت من شده یه ذره بگم. ببین من بر اساس چیزایی که من دیدم که ویدیوهاش هم هست و حالا ممکنه همش غلط باشه، من شکرا هم هستم، ممکنه همش غلط باشه، ولی یکی از جنایتایی که مجاهدین خلق کردن به اعضای خودشون بود، حتی هم الان هم زمان جنگ ایران عراق، یعنی توی جنگای فرستادشون که اصلا میدونستن که همشون قرار بمیرن. یعنی من اگرم مشکلی با مجاهدین خلق داشته باشم به اکثر اعضاشون رو قربانیشون میدونم، یعنی اعضاشون خودشون رو من آدمای بدی نمیدونم، یعنی خود کسایی که رهبرشون هستن رو من آدمای بدی میدونم. اعضای مجاهدین خلق کسایی هستن که داره ازشون سوء استفاده میشه و اگه این جرم جنایتی هم که من فکر کنم درست باشه، اگه درست باشه که حاضرم هستم شکرا باشم که ممکنه همش دروغ باشه، خیلی هاش به نظرم علیه خود اعضای خودشون بوده. خب حالا یه چیزی به فرض بگیم که من همه به حرف شما درسته، تمام تهمتایی که علیه مجاهدین خلق زده شده همش یعنی تمام مثلا رپورت‌های مختلف که از جاهای دیگه مختلف اومده و اینا هیچ کدومش مستقل هم نبوده و اینکه همشون به یه نتیجه رسیدن کاملا تصادفی نیست و به خاطر اینه که همش منبعش اطلاعات ایران بوده و مجاهدین خلق هیچ جرم جنایتی هم انجام نداده، بگیم یه احتمالی هم وجود داره که شما این درسته و ما هممون حرفمون غلطه. خب خیلی خب، من اگه جمهوری اسلامی سقوط کرد پس مریم رجوی هیچ نگرانی نباید داشته باشه که دادگاهی بشه. خب مریم رجوی در اون زمان بیاد دادگاه، یک دادگاه سکولار دموکرات با یک بیننده های خارجی از کشورهای دیگه که مطمئن باشیم که به خاطر تعصب اینا نباشه برقرار میکنیم. ایشون ما کسایی که متهم کردن ایشون رو سند میارن و کسایی هم که مریم رجوی هم از خودش دفاع میکنه، اگه سندی نبود ایشون آزاد میشه. خب مشکلی نیست، درسته؟ من میگم که یه همچین دادگاهی رو اجرای میکنیم اگه مریم رجوی بخواد پاش شد بعد از اگه جمهوری اسلامی سقوط کرد و اگه مریم رجوی خواست پاش بذاره خاک ایران، این دادگاه رو ما برای ایشون تشکیل میدیم. خب یکی این، و یه چیزی هم میگم، من حتی به فرض بگیم که هیچ کدوم از این جرم جنایت هم همش دروغه، ما هممون توهم داریم، هممون هم گول جمهوری اسلامی خوردیم، من از روش های مجاهدین خلق به شدت متنفرم به عنوان کسی که به عنوان گروهی که بخواد رهبریت تظاهراتی رو بکنه، حرکتی رو بکنه علیه جمهوری اسلامی. روش هاشون اصلا اونجوری نیست که اینا نخپذیر نیستن، مریم رجوی رو میپرستن، این اصلا شبیه یک دین شده و اون اینا اصلا پرسش پذیر نیستن، نقد پذیر نیستن، جواب کسی رو نمیدن، همه کاراشون مخفیانه و پشت پرده است. اصلا شوهر این خانم الان کجاست مثلا نمیدونیم، یعنی اصلا همه چیزشون عجیب غریبه. این یک کلمه هم از کسایی که قبلا مجاهد بودن اومدن بیرون، حرفاشون، تهمتایی که از مجاهدین خلق میزنن و روشایی که با اعضایشون رفتار میکنن و چیزایی که میگن و نحوه مدیریتشون، این تهمت ها انقدر شبیه هم هستن مستقل از هم که من برام عجیبه. یعنی اینا هم همشون مثلا با جمهوری اسلامی، اینا که مثلا قبلا مجاهد بودن الان دیگه نیستن، همشون رو وزارت یعنی اطلاعات پاسداران یا وزارت اطلاعات اینا رو همه رو دسترسی پیدا کرده و تونسته همه حرفای اینا رو با هم هماهنگ کنه، اینجوری شده. خب اگه اونم شده، خب من نمیتونم
حالا ببین یه فرض بگیم که اینا جرم جنایتش واقعی نیست، خب فهم من میگم خب من از روش کار اینا اصلا خوشم نمیاد، فرض کنیم که من بگم روش کارشون هم من اشتباه فهمیدم، روش کارشون هم خیلی عالیه، اینا نقدپذیرن، کاملا شفافن، رهبر خوبی هم میشن، من یه برداشت کاملا غلطی دارم. حتی بعد از اینم جوری که من به نظر میرسه تو اپوزیسیون هست، اینا انقدر نجس و کثیف هستن که حتی اگه خودشون مجاهدین خلق اگه خودشون براشون سقوط جمهوری اسلامی مطرحه، باید بیان بگن که خب تبلیغات علیه ما انقدر موفق بوده که ما خودمون رو با هیچ گروه موفقی نباید یکی کنیم، برای که کارشون میخوره به هم. یعنی ما خودمون باید بذاریم کنار که این حرکت علیه جمهوری. ببین مثلا بعضی موقع ها ما میدونیم که بی خدایی یا مرتد بودن چقدر یعنی خطرناکه برای بعضیا، خب و ما با یه گروهایی مثلا تو اخشا انگلیسیمون با یه سری گروهایی مثلا تو عربستان یا توی کشور دیگه عربی همکاری نمی‌کنیم، نه برای اینکه بهشون اعتقاد نداریم، برای اینکه میدونیم همکاری یک گروهی مثل بی خدایی مثل ما با اونا رو خراب میکنه و ما انقدر به کارشون اعتقاد داریم که ما نمیخوایم که یه موقع تهدیدی علیه اونا بشه به خاطر اینکه مثلا دارن ما بی خدا همکاری میکنن. یعنی اگه واقعا مجاهدین خلق براش مردم براش مثلا سقوط جمهوری اسلامی مطرح بود، میگفت من انقدر نجس شدم که ما خودمون باید داوطلبانه اصلا بریم کنار. یعنی ما میتونیم پشت پرده مثلا ممکنه با موساد مثلا جاسوسی کنیم برای اونا بفرستیم، ولی از کار سیاسی ما کاملا میکشیم کنار، برای اینکه ما میخوایم ازمون جمهوری اسلامی ازمون سوء استفاده نکنه که این مثلا حرکت های اپوزیسیون رو خراب کنه. یعنی اگه واقعا اینا دلشون به این هدفشون این بود، یه همچین کاری میکرده، یعنی دلشون برای مردم ایران سوخت و اینا. خب یکی این بگو چی بابک؟ نه میخواستم بگم که مجید هم درخواست داده بود دوباره بیاد بالا، یه سری نکاتی داشته که به امیر بگه. آها باشه مجید هم میاریم بالا، ولی مجید آریا خب باید اگه بخوای مجید بریم بالا آریا هم باید بریم بالا، ولی من یه چیز دیگه میگم، من یه سوال دارم از امیر، یه سوال از امیر دارم. امیر یه نقد بکن از مجاهدین خلق. یه نقد بکنم از مجاهدین خلق؟ یه چیزیش که خوشت نمیاد، دوست نداری. بله من چیزی الان به ذهنم نمیرسه. متوجهی؟ چون مثلا من بهشون نقد بکنم چرا کم مبارزه میکنن، دارن مبارزه میکنن، بهشون نقد بگم که چرا بده، یه چیزشون که بده، یه روش بده، یه کار بده. من چیزی ندیدم، شما میتونید به من کمک بکنید من برای توضیح بدم؟ خب مثلا شما یه چیز بعدشون رو بگو من برای توضیح. نقد ما که به دردتون نمیخوره. نقد که میشه نقد من. خب دیگه من میگم که من چیز اگر چیز بدی از اینا دیدم خب بهشون انتقاد میکردم. هیچ مشکلی ندارن؟ هیچ مشکلی ندارن؟ هیچ مشکلی که من نه خوشبختانه خب که من مثلا گروه های دیگه خب من مثلا گروه های شما دیگه عضوین؟ شما عضوین؟ من نه خیر، من یه هوادار دست چندم مجاهدین هستم، طیف سوم چهارم مجاهدین. خب یعنی حتی هواداراشون هم هیچ معصوم میبیننشون دیگه، چه بخواد برسه به عضوشون.